دوستان همراه، میخوام براتون ویژول درست کنم که با سبزیجات معطر درست میخوام بکنم و یه حالت و شکل زیبایی داره. مثل رولت درست میشه، ولی خب با خصوصیات و طعم یه جورایی مثل کوکو سبزی خودمون، ولی خب یه ذره شیک و مجلسی تر به قول من. با من همراه باشید. برای تهیه این رولتمون ما اول یه خمیر دکور باید درست بکنیم. من اول مواد لازم اونو میگم، بعد برای خود سبزیجات رو میگم و بعد مواد میانیشو. ببینید 100 گرم آرد الک کنید بذارید کنار، 3 تا سفیده تخم مرغ، 50 گرم کره نرم شده تقریبا نیمه ذوب شده. این برای موادیه که برای دکور این رولتمون نیاز داریم. بعد میایم اینجا سراغ موادی که ما میخوایم با سبزیجات مخلوط بکنیم. 7 تا تخم مرغ، 3 تا زردست، 100 گرم آرد. میخوام این مقدار طعم خوبی بهش بدم، بنابراین از فلفل قرمز یا پول بیبر استفاده میکنم. یه قاشق چای خوری هم خمیر سیره، یعنی سیره، حالا میتونید یه دو تا حبه یا 3 تا حبه سیر رو رنده بکنید. منتها من از خمیر سیر همیشه آماده دارم و استفاده میکنم. سبزیمونم که خرد شده است 350 گرم هم سبزی رو قشنگ ریز خرد کنید. سبزی هم شامل شوید، ترس، گشنیز، جعفریه. حالا اگر از سبزی بویان معطر میخواین استفاده کنید، من یه مقدار کمی چجاق داشتم که بهش اضافه کردم که معطر بشه. اینم برای این خود مواد کوکو. حالا میایم برای مواد میانیش. مواد میانیش هم ببینید این پنیر مخلوط پنیر خامه ای و ماست چکیده است که در مجموع میشه گفتش یه چیزی حدود 450 گرم هست. میتونید 250 گرم یا 300 گرم پنیر خامه‌ای اضافه کنید، بقیه‌شو ماست اضافه کنید، یا اینکه اصلا کلا از ماست استفاده کنید یا کلا فقط از پنیر خامه‌ای. ولی این دوتا با هم ترکیب خیلی خوبی میده و خوشمزه میشه. یا نصف نصف اضافه بکنید. گردو خرد شده است و زرشک هم، حالا اینو که میخوایم چون بریزیم دیگه حدودا من میگم مثلا 2 قاشق غذاخوری از این، 2-3 قاشق غذاخوری هم گردو خرد شده. سفیده رو می‌ریزم داخل همزن، یه مقدارم بهش نمک اضافه میکنم و همزن رو روشن میکنم، میزنم که از اون لختگی خارج بشه، یه مقدار کف بکنه، حباب بزنه. بعد کره رو کم کم بهش اضافه میکنم. خب ببینین قشنگ این سفیده همون رو پف کرد و قشنگ حجیم شد. کره و آردمون رو بهش اضافه میکنم، گرم نباشه، پف زرده رو میخوره. من یه مقدار اضافه میکنم و شروع میکنم با لیسک. دیگه همزن رو میذارم کنار و با لیسک مخلوطش میکنم. یه مقدار اضافه کنید، همه رو یه جا نه، یه مقدار به واسه لیسک به صورت دورانی مخلوطش بکنید. خب ببینید من از این صفحه های سیلیکون استفاده دارم میکنم که میخوام رولت خوشگل درست بکنم. حالا این یک نمونشه، انواع مختلفش توی بازار لوازم قنادی موجوده. شما موادتون رو باید بریزین روی سطح این سیلیکون، ببینید به این ترتیب قشنگ بریزید. بعد با یه کاردک یا حتی با همین لیسکی که دستتونه یا با لیسک های بزرگتر، به این ترتیب سعی کنید همه زوایا و جاهایی رو که فرو رفتگی داره روی سطح سیلیکونتون با این خمیر پر بکنید. دمای فرتون هم بذارید روی 20 20 درجه گرم بشه. هرچی تخم مرغ داشتیم و مریختم داخل این سبزی ها، یه مقدار با هم مخلوطش کنید. خب من الان این سیر رو فلفل قرمز و آرد رو بهش اضافه میکنم به علاوه نمک، با هم مخلوط میکنم تا یک دست بشه.
این سفری که گذاشتم کنار، موادی که مخلوط کردم الان میگرم جلوی دستم میذارم و از این مواد سبزی پخش میکنم روی صفحه. بعد این سینیو میذارم داخل فر. مدت زمان پختش هم حدوداً یک رو تا 20 دقیقه، بیشتر نه. من اینو از داخل فر خارج کردم. بعد شما اگر سیلیکون اضافی دارین یه دونه سیلیکون بندازین روی سطح این قالبتون، کبوتون. اگر نه نداشتین یه دونه سینی، هر سینی باشه، بندازین روش که این خشک نشه سطحش و یه مقدار خنک بشه. بعد با کاغذ روغنی من اینو رول میکنم که ببینید. خب من اینو برگردوندم روی این سیلیکون، ولی ببینید به راحتی خیلی راحت ازش جدا میشه و اون طرحی که مد نظرمونه روش میفته. یه کاغذ روغنی روش قرار میدم، اینو دوباره برش میگردم کاغذ روغنی، رولش کنیم مثلا یکی دو 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 یک ساعت دو ساعت بذاریم کنار، داخل یخچال هم لازم نیستش. بعد رولو باز بکنیم و اون مواد میانی که پنیر خامه‌ای و ماست بود توش بریزیم. خب حالا من رولت رو باز میکنم، بعد این پنیر مخلوط پنیر خامه‌ای و ماست رو رو همه سطح این کوکومو قشنگ پخشش میکنم. صاف همه جا سعی کنیم، ولی تنها چیزی که باید بهتون بگم توی مرحله، اولا خیلی ضخیم نباید باشه این کرمی که میخوایم پخش کنیم. بعد از کناره ها همیشه یک سانت فاصله بذاریم، یعنی نیاریم تا لبه، یک سانت فاصله بذاریم و بقیهش رو پخش بکنید. گردو خرد شده و زرشک در نظر گرفتم که هم برش میخوره خوشگل باشه، هم خب طعم خوبی هم میده. به این ترتیب حالا هر چقدر که دوست داشتین بپاشین روش.